قطعا سوال امتحان نهاییه. ترم یکت هم قطعا سوال میاد. آقا چند جمله ای داده گفته برای ایکس علاوه یک بخش پذیر. طبق قاعده ای که گفتم برابر با صفر میذاریم میذاریم توش. باید باقی ماندهت بشه چند؟ صفر. پس منهای یک بره بشینه توش باید بشه صفر. منهای یک رو گذاشتم توش باید بشه صفر. آ به دست اومد. حالا چی رو خواسته؟ باقی مانده اف ایکس بر ایکس به علاوه ایکس منهای دو. اینو برابر با صفر میذاری ایکس میشه چند؟ ایکس میشه دو. دو رو بذار تو خود تابه. آ هم داری دیگه؟ در میاد. سوال بعدی شهریور 98 بوده، خرداد 99 هم اومده. سوال یعنی دوبار تکرار شده. ببین مقادیر آ و ب را گفته چنان تعیین بکنید که بر این دوتا بخش پذیر باشه. اینو برابر با 0 بذارم x در میاد 2، 2 رو بذارم توش حاصل باید بشه 0 چون باقی مانده میده. x به علاوه یک مساوی با 0 میذارم x در میاد منهای 1، منهای 1 رو برابر بذارم توش باید حاصلش بشه چند؟ 0 چون باقی مانده یعنی 0. در نتیجه جفتش رو عدد گذاری میکنیم، دستگاه دو مدل دو مجهول مقادیر آ و ب به دست میاد. باقی مانده تقسیم عبارت بعدی یه مثال دیگه. باقی مانده تقسیم این عبارت بر x منهای 1 برابر با 2. پس x منهای 1 رو برابر با 0 بذاری x میشه چند؟ x میشه 1. 1 رو بذار توش باید حاصلش بشه 2. از این طریق آب دست میاد. پس اینو میذارم 1 رو میذارم توش آب دست اومد. حالا خارج قسمت qx گفته وجود داره مقدار q منهای 1. شما قضیه تقسیم رو بنویس. ببین قضیه تقسیم رو من مینویسم میشه مقسوم برابر است با مقسوم و الی ضرب در خارج قسمت به علاوه باقی مانده که من به دست آورده بودم. خود سوال گفته بود 2 درسته؟ چون از ما کیو منهای 1 رو میخواد من برمیدم جای x هم میذارم منهای 1. آقا عموما تستای کنکور اگه نگاه بکنید تو تستا میبینیم خیلی از این مسائل در واقع مسائل کنکوری هم هستن که کیو منهای 1 رو میخواست منهای 1 رو میذاشت توش دیگه. منهای 1 تو به دست میاد، منهای 2 هم تو در میاد، منهای 2 کیو منهای 1 میمونه به علاوه 2. ببین حاصل حسابو در آورد. خب آقا همین داستان تقسیمی که داریم میگیم یه روشی برای تجزیه. من با مثال توضیح بدم. ببین این نکته رو اینجا یه لحظه بمون، یه اسکرین بگیر بیام پایین سوال رو حل کنم با مثال بگم. مثلا گفته اگر یکی از جوابهای این تابه برابر بشه با منهای 2، بچه یعنی منهای 2 رو بذاریم توش حاصل باید بشه 0. منهای 2 رو بذارم توش باید حاصل بشه 0. منهای 2 رو گذاشتم توش باید حاصل بشه 0. m به دست اومد. خب m در واقع منهای 8. اگه منهای 8 رو بذارم داخلش یه تابع درجه 3. چون این عبارت یکی از عاملهاش، یکی از ریشه هاش منهای 2، عاملش x به علاوه اون میشه، یعنی عامل من میشه x به علاوه 2. ببین اگر ریشه شما، آقا اینجا رو ببین باخ بورا، اگر ریشه شما آ باشه عامل شما میشه x منهای آ. پس چون گفته ریشه منهای 2 پس عامل شما میشه x به علاوه 2. یعنی این عبارت حتما توش x به علاوه 2 وجود داره. چون چند جمله بعد x به علاوه 2 بخش پذیر است با تقسیم معادله رو میشه این شکلی نوشت. یه معادله درجه 2 دیگه به دست میاد، ریشه های اینم سریع تعیین میکنم. در نتیجه سه تا ریشه‌اش ساده به دست اومد. یه ریشه‌ای که خود سوال داده بود منهای 2، من عاملش رو فهمیدم. یه دو جمله یه در واقع تابع درجه دو به دست آوردم، درجه دو هم ریشه‌اشو گرفتم. حالا چون منهای 2 دوبار تکرار شده بود میگیم منهای 2 ریشه مضاعفه. خب و بحث بعدیش هم که بحث تقسیمه. آقا تو تقسیم ما چند تا در واقع اتحاد داریم. این اتحاد ها لازم بچه ها یاد بگیرن، من فقط هایلایت میکنم. این اتحادها رو لازمه که بچه ها بلد باشن، به دردشون میخوره. آ به توان n منهای 1 و آ به توان n منهای b به توان n، آ به توان n به علاوه b به توان n. پایین ببین چند جمله رو گفته تقسیم بکن. طبق اتحادی که بالا خوندم مینویسم x منهای 1 x به توان 6 منهای 1 میشه x به علاوه 1 در یه عبارتی که یکی در میون توانهاش مساوی منفی میشه. کدوم قانون بود؟ همون قانون در واقع اولش بود دیگه. اگه نگاه بکنی یکی در میون مساوی منفیشو تولید میکنه. خب توی این قسمت ما فصل اول شما رو در واقع بچه ها جنبندی کردیم. بچه های حسابان فصل اول شامل تابه بود. شامل چه مطالعه بود؟ یکی انتقال های تابه، یکی بحث یک نوایی، تابه لور و بحث تقسیم. خب حالا بحث ترکیب تابه وجود میاد. آقا ترکیب تابه چیه؟ ضابطه تابه مرکب چیه؟
ضابط های تابع مرکب ببینیم. آقا ترکیب دو تا تابع F و G به صورت J و F به صورت زیر محاسبه میشه. وقتی میگیم J و F یعنی X اول باید بره تو تابع F FX رو بده، FX بپره تو تابع G، J FX رو میده. یعنی در تابع G ما باید به جای X مقدار FX رو قرار بدیم. مثال ببینیم، آقا تابع FX رو داده X2، تابع J X رو تابع جی ایکس رو من داده رادیکال ایکس. تابه های اف او جی و جی و اف رو میخواد. وقتی میگه اف او جی یعنی جی رفته تو تابع اف، جی رو نها کن رادیکال ایکسه، اف رو بنداز تو تابع جی، یعنی این ایکس دو رو بنداز زیر رادیکال. نگاه کن در نتیجه ایکس دو بندازم زیر رادیکال، تابع جی و اف به دست میاد. من اینا جی و اف یعنی اف ایکس رو میندازم تو تابع جی، یعنی ایکس رو میندازم داخل تابع جی، یعنی ایکس رو میندازم زیر رادیکال، میشه قدر ایکس. ولی برعکسش رو نها کن، اگر اف و جی رو بخوام به دست بیارم یعنی جی رو باید بندازم تو تابع اف، جی رو نها کن میخوام بندازم تو تابع اف، در نتیجه رادیکال ایکس رو میندازم زیر ایکس دو، در نتیجه میشه رادیکال ایکس به توان دو، رادیکال ایکس به توان دو ایکسه. بچه ها فرق این دوتا رو کنار هم دیگه همین الان ببینید، رادیکال ایکس به توان دو میشه ایکس، چون ایکس از فیلتر رادیکال رد کرده، یعنی قطعا منفی نیست. ولی وقتی که شما قرار ایکس دو رو بندازید زیر رادیکال، باید اینجا حواست فیلتره باشه که حتما ایکس من باید مثبت باشه بتونه بره زیر رادیکال، در نتیجه دونه قدر مطلق هم میگیره. یه تابع دیگه مثال بزنم، مثلا گفته اف او جی 5، من همینجا برای شما شکل رو بکشم. بچه وقتی میگه اف او جی 5، من دانش آموز میفهمم که ایکس من 5 بوده، این ایکس 5 وارد تابع جی میشه، جی 5 رو به من میده، جی 5 هر حاصلی که داد این حاصله رو ور میدارم میندازم تو تابع اف، به ما اف او جی 5 رو خواهد. در نتیجه اف او جی 5 یعنی 5 بنداز داخل تابع ج، یعنی اف ج 5، 5 بندازم داخل تابع ج، 5 بنداز داخل تابع ج میشه 2 به روی 3 5 تا 15 منهای 7 یعنی 8، 2 هشتم، 2 هشتم که یعنی 1 چهارم، اف 1 چهارم، اف 1 چهارم یعنی حالا 1 چهارم ببر تو تابع اف، در نتیجه 1 چهارم میره زیر رادیکال میشه 1 دوم ضرب داره 2 1، 1 منهای 1 هم میشه 0. تابع y برابر با اف x، سوال بعدی ها، ضابطه y برابر با f x معادله خطی است که محور x را با طول منهای 2 محور عرضها را با عرض 1 قطع کرده. پس برای تابع f دو تا نقطه داده، یه نقطه‌ای که به ما داده نقطه منهای 2 0، یه نقطه دیگه‌ای که داده نقطه 0 و 1. با استفاده از این دو نقطه من میام معادله تابع خطی f x رو می‌نویسم. معادله تابع خطی دیگه، خطی خودش داره میگه تابع خطی به صورت ax به علاوه b، با استفاده از این دو نقطه ای که من دارم جایگذاری میکنم، مقادیر آبه رو به دست میارم. در نتیجه جایگذاری کنیم آبه رو به دست بیاریم، تابع fx ما میشه 1 دوم x به علاوه 1. سوال از من چی رو خواسته؟ f و f4، من خودم همین پایین مینویسم. آقا وقتی میگه f و f4، بچه ها یعنی 4 رو باید اول بندازیم تو تابع f، مقدارش رو حساب بکنم، بعد دوباره بندازم تو تابع f. اگر 4 رو بندازید تو تابع f میشه 1 دوم 4 یعنی 2 به علاوه 1 3، پس f 4 میشه 3. پس من به جای f 4 اینجا میذارم 3 میشه f 3. حالا یه بار دیگه 3 رو بندازم داخل تابع f، این 3 رو بندازم داخل تابع f میشه 3 دوم به علاوه 1 یعنی 2 و نیم یا اصطلاحاً 5 دوم. این از این سوال. دامنه تابع مرکب. آخ. بچه ها من ماشین رو رسم کنم. بچه ها تابع مرکب رو که میبینن اصلا عاشق میشن، انقدر مطلب قشنگه. جی او اف چی داره میگه؟ میگه آقا اول ایکس من میره تو تابع اف، پس چون ایکس قراره بره داخل تابع اف باید ایکس عضو از دامنه تابع اف باشه. بعد اف ایکس میره تو تابع جی، پس چون اف ایکس میره تو تابع جی باید اف ایکس عضوی از دامنه تابع جی باشه. برای همین پس میگیم دامنه ج و اف یعنی ایکس عضوی از دامنه اف باشه، و چون قرار اف ایکس بره تو ج، اف ایکس هم عضوی از دامنه ج باشه. بنابراین فقط ایکس های از دامنه آر میتونن در تابع ج و اف قرار بگیرن که مقدار اف ایکس آنها حاصلی بشه که تو دامنه ج باشه. مثلا اینجا رو نگاه بکنید، تابع افی رو به من داده، جی هم داده، تابع جی و اف رو از من خواسته. آقا وقتی میگه جی و اف یعنی ایکس من از اف شروع میشه، حاصلش هرچی شد باید بره تو جی، من پس از اف شروع میکنم، تابع من 2 و 1 رو داره میده، این 1 ناکن من ایکس رو میذارم 2 بهم چند میده 1، این 1 باید بره تو تابع جی، این 1 میره تو تابع جی چند میده 3 میده،
در نتیجه برای همین میگم آقا اگر 2 رو بندازیم داخل تابع ژ و اف به ما چند رو میده؟ به ما 3 رو تحویل میده. نقطه بعدی رو ببین، نقطه 1 و 4. 1 رو بندازیم داخل تابع اف 4 میده. حالا 4 رو بعدا برام میکنم داخل تابع ژ، 4 گیر میکنه. پس برای همین 1 از ابتدا عدد گذاریش داخل تابع اف اشتباه بوده. چون 4 میداده که 4 نمیتونسته بره تو تابع ژ. بعدیش 3 و 0 یعنی x رو من میگیرم 3 میکنم تو تابع f، به هم 0 رو تحویل میده. حالا 0 رو میگیرم میبرم تو تابع ژ، به جای ورودیش بذارم 0. اگر تو تابع ژ به جای ورودیش بذارم 0 به من عدد 3 رو حاصل میده. میفهمم ابتدای مسیرم x رو داده بودم 3، رفت تو f، بعد رفت تو ژ، حاصل چند داد؟ 3 رو داد. برای همین میگم ژ و f در نقطه 3 میشه 3. اوکی؟ پس در نتیجه دامنه ای که شما تونستید اینجا استفاده بکنید، یه دونه عدد 2 بود تونستید بندازید توش، یه دونه عدد 3 بود. عدد 1 چون وسطا گیر کرد به درد من نخورد. پس دامنه تابع ژ و اف شد عددهای 2 و 3 ای که تونستم بندازم توش و بردش. خروجی هایی که داشتیم فقط عدد 3 رو داشتیم، حالا برای هر دو حاصل. پس برد ما هم شد عدد 3. مثال نگاه کنید بچه ها، گفته با استفاده از نمودار توابع داده شده مقادیر زیر در صورت امکان حساب بکنید. آقا اولیش گفته f ژ منهای 1. بچه ها منهای 1 بره داخل تابع ژ، منهای 1 بره داخل تابع ژ، این نقطه میشه بچه ها، این نقطه مقدار ایگرگش در آمده 4. پس من در واقع میخوام f 4 رو حساب کنم، 4 رو میذارم داخل تابع f، در نتیجه 4 بشینه داخل تابع f به ما این نقطه رو میده. این نقطه چنده؟ این نقطه 2ه. پس f 4 میشه چند؟ میشه 2. بعدیش نهان کن گفته ژ f 2. آقا 2 رو بعد بذاریم داخل تابع f، 2 رو بذاریم داخل تابع f، این نقطه میشه. این نقطه ایگرگش چنده؟ این نقطه ایگرگش منهای 2ه. پس من باید در واقع ژ منهای 2 رو حساب کنم. بچه هم منهای 2 رو بذاریم داخل تابع ژ. داخل تابع ژ من اگر منهای 2 رو حساب بکنم مقدار ایگرگ هم در میاد چند؟ در میاد 3. قسمت بعدیش گفته ژ اف 5. بچه‌ها 5 رو می‌ذاریم داخل تابع اف. 5 رو می‌ذاریم داخل تابع اف، می‌بینیم مقدار این نقطه رو داره میده. ایگرگش چنده؟ 1 2 3 4. پس در نتیجه چون اف 5 میشه 4، من باید ژ 4 رو حساب کنم. حالا 4 رو می‌ذاریم داخل تابع ژ. 4 داخل تابع ژ تعریف نشده است. پس اینجا میشه تعریف نشده، یعنی از بنیان غلط بوده 5 رو بذاریم داخل تابع ژ و اف. بعدیش گفته اف 3. آقا اف 3 تابع اف در نقطه 3 چند میده؟ 1 2 3. در نقطه 3 به من 0 رو میده چون ایگرگش 0ه. پس اف 3 بچه ها میشه چند؟ میشه 0. پس من باید گام بعدی اف 0 رو حساب کنم. 0 رو حالا بذارم تو تابع، مقدارش چند در میاد؟ مقدارش در میاد 2. بریم بعدی. گفته با داشتن دو تا تابع f x برابر است با رادیکال x منهای 1 و ژ x هست x منهای 1 بروی x، ضابطه ژ و اف رو گفته به دست بیارید. آقا ضابطه ژ و اف رو گفته به دست بیارید، بچه ها توجه بکنید، یعنی تابع f میره تو تابع ژ، این باید بره جای x قرار بگیره، میشه رادیکال x منهای 1 منهای 1، به جای اینم میذارم رادیکال x منهای 1، این تابع ژ و اف. حالا اما چون تعریف رو قسمت دوم گفته دامنه باست از تعریف میخوام به دست بیاریم، بچه ها دو سه تا کار ساده میکنیم. چون بحث ترکیبه، بر اساس اینکه ژ و اف گفته، من شعورم میرسه که ماشین من داره به این شکل اقدام میکنه که اول x من میره تو تابع f، پس بعد x عضوی از دامنه f باشه، بعد f x رو میده که این f x میره تو تابع ژ، پس بعد f x هم عضوی از دامنه ژ باشه. برای همین در ابتداش دامنه f و دامنه ژ رو به دست میارم. دامنه f به دلیل اینکه رادیکالیه، زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی 0 باشه. تابع ژ به دلیل اینکه کسریه، در واقع دامنش میشه r به جز ریشه مخرج، یعنی x مخالف 0. حالا بچه‌ها چون قرار تابع f بره تو دامنه تابع ژ قرار بگیره، تابع f x باید شرایط دامنه ژ رو رعایت کنه، یعنی تابع f x باید 0 نشه. برای همین من میام f x برابر با 0 رو حل میکنم تا ریشه رو به دست بیارم. نگاه کنید من جلوش مینویسم، چون قرار تابع f x من بره تو دامنه تابع ژ، پس در نتیجه آقا رادیکال x منهای 1 باید مخالف 0 باشه.
که در نتیجه من از اینجا متوجه میشم x باید مخالف 1 باشه. حالا خیلی شیک و مجلسی، بین x بزرگتر از 1 و x مخالف 1 میام اشتراک میگیرم. ببین دامنه ژ و f، گفته x عضوی از دامنه f، f x عضوی از دامنه ژ، x عضوی از دامنه f، فهمیدم x باید بزرگتر مساوی 1 باشه. f x عضوی از دامنه ژ، فهمیدم f x باید مخالف 0 باشه، یعنی رادیکال مخالف 0 باشه، یعنی x منهای 1 مخالف 0 باشه، x مخالف 1. این دو تا رو باید اشتراک بگیرم، میشه بازه بسته، بازه باز 1 تا مثبت بی‌نهایت. سوال نهایی خرداد 98 رو حل کنیم. گفته f x ما رادیکال x منهای 4 ژ، x ما x2 منهای 1، دامنه ژ و f. آقا دامنه ژ و f یعنی x باید عضوی از دامنه f باشه، یعنی x بزرگتر مساوی 4 باشه و مخالف مثبت و منفی 1. آقا تابع رادیکال من f باید بشه مخالف مثبت و منفی 1، چون قراره f بره این تو، پس fx باید مخالف 1، fx مخالف منفی 1 باید باشه. پس در نتیجه این رادیکال منفی 1 نیست، قبول، این مخالف 1 میذارم. ذهنی میشه گفت، ذهنی میشه گفت x مخالف 5 باید باشه، پس x مخالف 5 باشه، بزرگتر از 4 هم باشه. در نتیجه سری دامنش میشه 4 تا 5 و 5 تا مثبت بی نهایت. حالا بسته باز بودنش هم حواسم هست. تابع بعدی گفته fx هست رادیکال 1 منهای x2، ژ x هم هست کوسینوس x. ضابطه f و ژ رو میخواد، یعنی ژ رو بگیر بنداز داخل تابع f. آقا این کوسینوس رو بنداز داخل تابع f، یعنی این کوسینوس رو بذار جای x، میشه رادیکال 1 منهای کوسینوس 2. 1 منهای کوسینوس 2 رو بچه‌ها حفظن، سینوس 2، پس میشه رادیکال سینوس 2. رادیکال سینوس 2 چنده؟ اینها اینجا نگاه کن، میشه قدر سینوس. فقط باید مثبت بذارم منفی همونجور بذار بمونه، چرا داری دست میزنی؟ همون قدر سینوس میذاریم بمونه. دامنه این تابع رو طبق تعریف خواسته، اف او ژ رو طبق همین چیزی که گفتم، اول x میره تو تابع ژ، هیچ محدودیتی نداره، بعد قراره ژ ایکس من بره تو تابع اف، پس بعد جزء این محدوده باشه، یعنی بعد 1 منهای ایکس 2 بزرگتر مساوی 0 بشه، پس باید کوسینوس ایکس من بزرگتر مساوی 1 منهای کوسینوس 2 باید بزرگتر مساوی 0 باشه. با توجه به این که کوسینوس همیشه بین منهای 1 تا 1، این شرط همیشه برقرار خواهد بود، در نتیجه دامنه ترکیب من میشه آر. ببین وقتی میگم دامنه f و g، یه بار دیگه دارم توضیح میدم، یعنی x باید عضوی از دامنه g باشه و g x هم عضوی از دامنه f باشه. x عضوی از دامنه g، ما برای به واسطه دامنه کوسینوس که محدودیتی نداریم، دامنه کوسینوس r بچه‌ها، پس در نتیجه x عضوی است از r، همون x عضوی از دامنه g، یعنی x عضوی است از r. ادامه تعریف میگفت g x هم عضوی از دامنه f باشه، پس باید کوسینوس جزء دامنه f باشه، یعنی باید کوسینوس بین منهای 1 تا 1 باشه که همواره هست، پس اشتراکشون میشه r. نکته رو نگاه کن، میگه گاهی fx و ترکیب داده شده تابع gx، یعنی تابع درونی رو میخواد. در این حالت با استفاده از تابع fx خودمون عبارت fgx رو میسازیم و هم دیگه برابر قرار میدیم. مثال رو نگاه کن، اومده گفته آقا fx من هست x2 به علاوه 2x، fgx هم داده. خب آقا من تابع درونی رو میخوام، حالت اولشه. وقتی تابع درونی رو بخوای خودت بیا بساز. تابع مگه fx رو نداری؟ تابع fgx رو بخوای باید خودت بیای بر اساس همون مجهول gx داخل تابع fx g رو بذاری توش، بشه fgx. یعنی به جای تابع ما تو تابع f به جای x مقدار g رو میذارم، fgx رو دست میاد، میشه gx به توان 2 به علاوه 2 تا gx. با این چیزی که این داده با هم دیگه برابر قرار میدم. اینها نگاه کن، fx x2 به علاوه 2x، ژ رو گذاشتم توش، اومدم با x4 منهای 1 برابر قرار دادم. در نتیجه ادامه مسئله رو این شکلی حل کردم که اون منهای 1 رو آوردم این ور، گفتم این سمت چپ من الان میشه اتحاد مربع دو جمله ای ها، یعنی ژ x به توان مساوی است با x4، از طرفین رادیکال گرفتم، ژ x به علاوه 1 یه بار شد مثبت x2 یه بار شد منفی x2. چرا؟ چون وقتی رادیکال میگیری باید قدر بگیری، به خاطر قدر مثبت منفی تولید کرد، به خاطر همین مثبت منفی رو گذاشتم. بعدش اونم چیکار کردم؟ یک آوردم این برای تساوی، تابع ژ x من شد منهای 1 مثبت و منفی x2، دو تا تابع شد، دو تا تابع میتونه تو این شرایط صدق بکنه. اما اگر یه مثال دیگه شام ببینیم، بعد دارم حالت دومشو بگم. ببین دوباره ببین، آقا تابع ترکیب رو به من داده، تابع f هم داده، درونی رو میخواد، یعنی gx. خودم میام تو تابع fx به جای xش میذارم gx،
جای x به دست میاد، دائم برابر قرار میدم. من الان تو تابع f به جای x هم میذارم جای x، درست؟ پس این میشه 3 تا جای x منهای 4 با این برابر قرار میدم. 3 تا جای x منهای 4 با اون تابع برابر قرار دادم. دیگه ساده سازیش بود، جای x رو خیلی شیک و مجلسی به دست آوردم. حالت دومش، بچه این حالت اول بودا گفتم ها. حالت اول چی بود؟ تابع بیرونی رو داده، ترکیبم داده درونی رو میخواد. گفتم خودم تشکیل میدم با هم برابر قرار میدم. حالت دومش چیه؟ ببینید ترکیب تابع رو داده و تابع درونی رو هم داده، تابع بیرونی رو میخواد. تو این کار تغییر متغیر بهترین کاره. من میام جای x و t میگیرم، تغییر متغیر میدم. ببین یعنی چی؟ بچه نها کنید، الان f x منهای 1 بروی x به علاوه 1 گفته رادیکال 1 منهای x، یعنی درونی رو به من داده، بیرونی رو میخواد. من درونی رو اسمشو میذارم t، x رو از روش به دست میارم. نها کن x رو که به دست آوردم x شد این، پس حالا میرم هر جا که x دیدم جاش اینو میذارم، در نتیجه f t به دست میاد. f t شد رادیکال 2 t بروی t منهای 1. قدم آخر برای اینکه خوشگل بکنم میگم هر جا که دیدی جاش بذار x، f x شد این. مثال بهش نها کن، گفته f جای x، f جای x، جای x هم داده x منهای 1 x، هم اسم اینو میذارم t، اسم اینو گذاشتم t. نگاه کن این پایین، ببین گلم، ببین عزیزم، ببین زیبای من، f جای x اینا خود سوال رو هم داده، گفته f جای x، x2 به علاوه 1 بروی x2. من اومدم یه کاری کردم که شکل تابع من x منهای 1 x هم توش دیده شه. حالا جای این کلن تی میذارم، پس f x من میشه x2 به علاوه 2. بخوام خودم یه بار دیگه اینا حلش کنم، شما عشق بکنید، این شکلی میگم. من میام این بالا که جا داشته باشم. پس در واقع مسئله من اومده گفته f x منهای 1 x هم برابر است با x2 به علاوه 1 بروی x2. آقا من درونیه را اسمشو میذارم t. اوکی، الان طرفین رو به توان 2 برسون، میشه x2 به علاوه 1 بروی x2 به علاوه 2 برابر اولی در دومی، که میشه منهای 2 برابر است با t2. پس از اینجا متوجه میشی x2 به علاوه 1 بروی x2 در واقع همون t2 به علاوه 2. ببینید پس بچه ها، حالا تو همین قسمت اول به جای x منهای 1 x هم گذاشته بودم t، پس شد f t. x2 به علاوه 1 بروی x2 شد t2 به علاوه 2. شیک و مجلسی تمام شد، تا به f t رو به دست آوردم. حالا دوست داره خوشگلش کنی، بگو f x میشه x2 به علاوه 2، که رو همین فایل هم داریم میبینی دیگه، x2 به علاوه 2. مثال بعدیش تست کنکور سراسری بوده ها، نکته تستی هم میخوای؟ چشم. f x منهای 3 گفته x2 منهای 4 x به علاوه 5. من اول بیام f x رو به دست بیارم، پس این داخلی رو اسمشو میذارم t، این داخل رو اسمشو میذارم t، اینو گوشتم t. اگر من x منهای 3 رو بذارم t، میبینم بچه ها x ما میشه t به علاوه 3. پس توی این تابه هر جا x دیدی جاش بذار t به علاوه 3. اینجا میشه f t، اینجا میشه t به علاوه 3 به توان 2 منهای 4 تا t به علاوه 3 به علاوه 5. اوکی؟ حالا f t به دست میاد، میشه t 2 به علاوه 2 t به علاوه 2. چون f 1 منهای x رو میخوام، f 1 منهای x رو میخوام، پس چیکار میکنم؟ میام میگم آقا جای t بذار 1 منهای x، پس جای t میذارم 1 منهای x، میشه f 1 منهای x برابر است با 1 منهای x به توان 2 به علاوه 2 تا 1 منهای x به علاوه 2. خیلی شیک و مجلسی تابع به دست اومد، شد x2 منهای 4x به علاوه 5، با همون تابع اولی که داده برابر بود. این تست کنکور سراسری بوده. من اینو براتون این شکلی تعریفش کنم. آقا نکته تستش هم بگم، عشق کنیم سوال آخر با هم دیگه لذت ببریم. x منهای 3 ریشه شنده 3، 1 منهای x ریشه شنده 2. خب تابع سهمی هم که به من داده رأس سهمیش 2. طبق یک نکته در تابع درجه 2 که تو پایه بهتون تدریس کردن، میگن نقاط متساوی البعد از طرفین سهمی دارای عرضهای برابر هستند. پس هر چقدر از 2 فاصله بگیریم y ها با هم برابر میشه. از 2 یه واحد برم جلو میشه 3، یه واحدم بیام عقب میشه 1.
پس تابع ما در نقاط یک و سه باید ضابطه هاش یکسان باشه. پس چون این در نقطه سه، در نقطه یک هم دقیقا ضابطه هاش همین میشه. تست کنکور میزدی میرفت. خب بچه های گل، میریم مبحث مثلثات مخصوص بچه های رشته ریاضی درس استوانه دو فصل دو و بچه های رشته تجربی فصل دو مثلثات. آقا تابع متناوب اول تعریف کنیم. بچه ها تابع سینوس رو در نظر بگیر. شکل تابع داره این شکلی نوسان میکنه. خب اگر بخوایم شکل رو ادامه بدیم میبینیم دوره همین شکل تکرار میشه. پس کوتاه‌ترین فاصله که شکل داره تکرار میشه رو میگن یک دوره تناوب. نکته رو ببین اینجا، گفتیم مقادیر در نقاط x و x به علاوه 2π تکرار میشه. ناگهان این نمودار سینوس تکرار میشه، هی تکرار میشه. فاصله اش چقدره؟ در واقع تیکه اصلیش به اندازه 2π که بعد داره بقیه‌اش تکرار میشه. به این میگن دوره تناوب. تیکه شکل وجود داره، هی داره تکرار میشه. آقا تعریف تابع متناوب چی میگه؟ میگه تابع f رو متناوب میگیم هر وقت اگر یه عدد c رو تابع با جمع کردیم دوباره y‌هاش برابر شه. آقا اگر دو تا نقطه داشته باشی که y‌هاش با هم دیگه برابر باشن و رفتار تابع یکسان باشن، فاصله این دو تا نقطه رو میگن دوره تناوب. گفته حواست باشه این دو تا نقطه هم حتما باید در تابع ما تو دامنمون وجود داشته باشن. دوره تناوب چیه؟ کوچکترین مقدار c که تابع ما بشه واسش تعریف بشه. ما گفتیم دو تا نقطه پیدا کن که y‌هاش با هم دیگه برابر باشن. فاصله دو تا نقطه رو میگن دوره تناوب. حالا میگه کوتاه‌ترین فاصله رو میگن دوره تناوب اصلی تابع ما. در نتیجه ما باید یاد بگیریم بچه رشته ریاضی و تجربی تابع سینوس و تابع کوسینوس دوره تناوبشون 2π. اگر حالا نکته میخوام الان جلوتر بگم دیگه، اگر دوره تناوب تابع اف ایکس برابر با تی باشد، دوره تناوب تابع f کا x میشه دوره تناوبش تقسیم بر ضریب کا. یعنی بچا به صورت نکته بگم، اگر یک تابعی داشته باشید ضرب جمع تقسیم منها برای x و y هیچ کدوم تاثیر نمیذاره، فقط ضرب x داره تاثیرشو میذاره. اگر یه نقطه ای رو ما در نظر بگیریم که xش در یه عددی ضرب شه، دوره تناوب رو اون ضربه تاثیر میذاره. پس نکته همینجا یاد میگیریم، آقا تابع y برابر است با سینوس ax به علاوه b، دوره تناوبش میشه 2π به روی قدر آ، یعنی فقط ضریب x مهمه. آقا خلاصه مطلبش رو بگم، دوره تناوب فهمیدی تعریفش چیه؟ اگر تابع داشتی به صورت من با یه فرمول دیگه مینویسم، آ سینوس به x به علاوه c داخل کمان به علاوه d، همچنین اگر کوسینوس همین باشه، یعنی آ کوسینوس به x به علاوه c به علاوه عدد d، تو هر دوی این دوتا دوره تناوب میشه 2π به روی قدر ضریب x، یعنی قدر b. حالا تو اینجا هم فرمول اومدیم گفتیم. آقا همینطوری که در مورد سینوس گفتم، در مورد کوسینوس هم که صحبتشو کردم، در مورد تابعای دیگه هم به همین ترتیب میشه تعاریف رو مطرح کرد. خب ببینید بچه ها، تابع بعدی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم تابع کوسینوس، اونم وضعیت مشابه با همینو داره. مثال ببینیم، آقا اگر تابع اف ایکس مساوی است با ایکس دوم ژ ایکس سینوس سه ایکس، دوره تناوب ژ و اف رو خواسته. من ترکیب رو انجام میدم، ترکیب تابع شد سینوس سه دوم ایکس، دوره تناوب میشه 2π به روی ضریب ایکس، یعنی سه دوم میشه 4π سه دوم. دو تا سوال امتحان نهایی، دوره تناوب تابع سه تا کوسینوس منفی π چهارم ایکس چی میشه؟ شما میگید 2π به روی ضریب x، یعنی منفی پی چارم میشه 8. بعدیش 8 تا کوسینوس x سوم، دوره تناوب میشه 2π به روی 1 سوم ضریب x میشه 6π. حالا مثال بعدی، گفته دوره تناوب دو تا تشخیص بده، آقا دوره تناوب میشه 2π تقسیم بر 2 میکنم میشه π، بعدیش منفی x سوم 2π تقسیم بر منفی 3 دوم میشه 6π. البته قدرش به خاطر همین تقسیم بر در واقع 1 سوم میکنیم که میشه 6π. خیلی ساده از اینها میشه عبور کرد. این از دوره تناوب. بحث ماکسیموم مینیموم. آقا برگردم رو اسلاید قبلی ماکسیموم مینیموم رو بگم. ببین دو تا تابع داشتم، میگفتیم آ سینوس به ایکس به علاوه سی و آ کوسینوس به ایکس به علاوه سی، تو هر دو این دو تا من تناوب رو توضیح دادم، ماکسیموم مینیموم هم بگم، دقیقا مشابه هم دیگن. ماکسیموم تو هر دوی این دو تا میشه قدر آ به علاوه عدد ثابتم یعنی دی، مینیموم تو هر دو این دوتا میشه منفی قدر مطلق آ
به علاوه عدد ثابت d. بچه ها این فرمول رو ببین، تیکه اول درس مثلثات کلن همینه، همین سه تا فرموله و هم نکاتی که داریم. من عبور کنم برم سر بحث مثال هاش. ببینید مثلا اومده گفته ضابطه تابع مثلثات با ویژگی های ماکسیموم دو مینیموم منفی سه دوره تناوب. وقتی دوره تناوب داده سری ضریب x رو میشه فهمید، پس میشه دو پی به رو قدر b، دو پی سومه، به در میاد مثلث منفی سه، پس میشه شما ضریب x تو مثبت یا منفی سه قرار بدی. ماکسیموم مینیموم داره، ماکسیموم مگه قدر آب علاوه دی نبود؟ مگه منفی قدر آب علاوه دی نبود؟ ال یک دستگاه دو مدل دو مشهور، این دوتا رو با هم دیگه برابر قرار میدیم، آودی به دست میاد. یه روش دیگه هم وجود داره، فاصله این دوتا چقدره؟ منهای 3 تا 2 فاصله شون 5 تاش، تقسیم برای 2 بکنی ضریبت به دست میاد، ضریب سینوس یا کوسینوس آ در میاد، حالا یا مثبت یا منفی 5 دوم دی هم که در واقع شما دارید. پس یه دونه به علاوه دی هم قرار میدیم در انتهاش به علاوه عدد دی. نمودار بعدی رو نگاه کنید. اینجا البته بچه‌ها کامل نبود، به علاوه عدد دی رو حتما مد نظرت باش. بعدی نمودار ایگری گفته منفی 2 تا کوسینوس x در بازه منفی پی 2 دو پی رسم کن. آقا شکل کوسینوس که ما بلدیم، شکل کوسینوس در یک دوره تناوب رسم می‌کنم. اینو بستش هم میدم، یعنی هی ادامه‌ش هم میدم. حالا چی رو از ما خواسته؟ منهای 2، همین شکل رو برمی‌داریم تو منهای 2 ضرب می‌کنیم ایگری. قرینه میشه و شکل کشیده میشه. در بازه منفی 2 پی تا 2 پی شکل رسم میشه. لازمه که مقدار شکل هم بلد باشید. مثلا شکل بعدی نمودار دوتا سینوس x دوم. بچه ها نمودار سینوس x رو اگه بلد باشید شکلشو که بکشم وقتی x دوم میشه، یعنی x هم تقسیم بر دو میشه، من دامنه رو ضرب در دو میکنم، پس در نتیجه شکل رو تا دو پی میکشم، عیبن میاد تا 4 پی. شون شکل در بازه 0 تا 2 پی میخواد، من فقط 0 تا 2 پیشو اختیار میکنم. حالا از ما چی رو خواسته؟ دوره تناوب. دوره تناوبش چقدر میشه؟ بچه دوره تناوبش که طبق فرمول حساب بکنیم دوره تناوب در میاد 4 پی. ماکسیموم مینیمومش چیه؟ من بازی که کردم فقط بازی با x ها بود تا الان، حالا باید ضرب در 2 بکنم. ما میدونیم سینوس و کوسینوس بین منهای 1 تا 1، چون ضرب در 2 کردم ماکسیموم مینیموم میشه منهای 2 و 2. سوال نهایی 98، طبق فرمول ها میرم جلو. دوره تناوب ماکسیمم و مینیمم این تابع رو خواسته. دوره تناوب چی میشد؟ 2 پی به روی ضریب x، یعنی 2 پی به روی پی میشه 2. دوره تناوب ماکسیمم چقدره؟ قدر منفی 3، یعنی 3 به علاوه 1 4. مینیمم چنده؟ منفی قدر منفی 3، یعنی منفی 3 به علاوه 1 میشه منفی 2. ماکسیمم 4 منهای 2. سوال نهایی حل میشه و میره. یه دونه دیگه سوال نهایی حل کنم. y برابر است با 1 به علاوه 2 تا سینوس 7 x. دوره تناوب 2 پی به روی ضریبش، یعنی 2 پی 7. تمام. دوره تناوب میشه 2 پی 7. ماکسیمم چقدره؟ قدر ضریبش، یعنی 2 به علاوه 1 که میشه 3، و مینیممش میشه منفی قدر ضریبش، یعنی منفی 2 به علاوه 1 که میشه منفی 1. درستی یا نادرست و دیگه بس نمیخوام در موردش. آقا یه نکته مهم در دو تناوب، بچه ها دوست دارن این نکته رو. ببینید من هایلایتش میکنم. گفته فاصله دو نقطه متوالی با عرض برابر و رفتار یکسان نمودار نشون دهنده دوره تناوب میشه. یعنی چی؟ سرتو زیاد در نیارم. مثلا بچه نها کنید توی این شکل اگر دقت بکنید، مثلا از منفی 6 تا 3 رو باید در نظر بگیریم. چرا؟ چون دوتا نقطه ای که من اکسش دارم از روی اینا میتونم دوره تناوب به دست بیارم. ببین شکل یک بار اینجا تکرار شد، دوباره تکرار شد، پس دوتا 3 تا. میفهمم از بازه منفی 6 تا 3 سه بار شکل تکرار شده، یعنی 3 تا دوره تناوب من شده فاصله اینا. فاصله منهای 6 تا 3 9، 3 تا دوره تناوب من شده 9، دوره تناوب من در میاد 3. پس به همین ترتیب دوره تناوب در میاد 3. آقا شکل بعدی رو نگاه بکن. مثلا مثال کتاب درسیه، گفته در هر یک از نمودارها مشخص کنید نمودار سینوس، نمودار کوسینوس آ و بی و سی، ماکسیموم مینیمم، همه اینها رو تعیین کنید. من یکی رو مبنا قرار میدم حل بکنم، بعد بقیه‌اش میمونه دیگه برای شما و این مثالی که ما اینجا داریم. الان مثلا این شکل رو نگاه بکنید. آقا این شکل دقیقاً مشابه شکل سینوس داره رفتار میکنه، ولی اگر بخوای دوره تناوب رو از توش به دست بیاری، ببین شکل شما از اینجا کشته شده تا 4 پی. چند تا دوره تناوب؟ 1، 2 تا، 3 تا، 4 تا. 4 تا دوره تناوب شده 4 پی. پس دوره تناوبش چقدر در میاد؟ در میاد پی. ماکسیمم مینیمم خواسته. ارو شکل مگه نمیبینم؟ مینیمم عدد 1، ماکسیموم عدد چند؟ عدد 7. به این ترتیب خیلی ساده میشه ضریب آ و عدد ثابت در واقع تو این معادله ما سی رو به دست آورد. الان شما میتونید بگید خیلی راحت
چون دوره تناوب تابع اصلی ما به اندازه 2π بود، ما الان توی این شکل فهمیدیم دوره تناوب ما در اومد π، پس میفهمیم ضریب بی شما اولا 2ه، ثانیاً فاصله ماکسیمم مینیمم رو میتونی با همون دستگاه دومانده دو مجهول حل کنی، ولی بگم فاصله مینیمم تا ماکسیمم ما اگر 1 تا 7 رو در نظر بگیری 6ه، نصفش یعنی 3 میشه ضریب آ، و عدد ثابت ما چون به اندازه شکل ما به اندازه 4 واحد رفته بالا، پس عدد ثابت ما هم سیمون هم در میاد 4. یعنی تو شکل اول خلاصه شد بگم دوره تناوب شما در میاد π، عدد آد در میاد 3، سیت هم در میاد 4. به همین سادگی. آقا دیگه چی بگم؟ دیگه این نکات هم که ازش عبور میکنم دیگه ساده است. میرسیم قسمت دوم تابع مثلثاتی ما، بحث تابع تانژانت. بچه ها تابع تانژانت رو باید بشناسیم. کجا؟ یه دونه نمودارش رو بشناسم، یه دونه رو دایره مثلثاتی. دایره مثلثاتی که تا حالا آشنا بودید، یه دایره است، محور سینوس ها، محور کوسینوس ها، یه محوری موازی به محور سینوس ها اضافه میشه سمت در واقع عدد 1، این محور میشه تانژانت. برای نشون دادن مقدار تانژانت یک نقطه، شما از مرکز وصل میکنی به اون زاویه، ادامه میدی تا محور تانژانت ها برخورد کنه، اون وقت این حد فاصل نشون دهنده مقدار تانژانت نقطه مورد نظر شماست. یعنی بچه این تیکه میشه تانژانت نقطه مورد نظر شما. همچنین شما میدونید که تانژانت میشه سینوس به روی در واقع کوسینوس. من مثال حل بکنم تا ببینید چه اتفاقی داره میفته. مثلا گفته مقدار تانژانت 45 درجه رو توسط دایره محاسبه کنید. بچه‌ها این 45 درجه. من اگه بخوام تانژانتش رو حساب کنم، چون این 45 اینجا 90 پس اینجا هم در میاد 45. میفهمم طول و عرضش با هم دیگه برابره. مقدار آبه من با مقدار اوبه من برابره. اوبه رو دایره مثلثاتی 1، آبه هم در میاد 1. این مقدار سینوس، این مقدار کوسینوس. سینوس بر کوسینوسش میشه 1. در نتیجه من آب رو به دست بیارم، همون تانژانت منه دیگه. در واقع بچه‌ها میشد این شکلی هم گفته بگیم آب تانژانت، نمیخواد تبدیلش کنی به سینوس، میگه آب تانژانت ماست، چون اوبه و آب برابره، اوبه یک، آب هم یک، پس تانژانت یک. خیلی ساده میشه این مباحث رو عبور کرد. خواصی از تابع تانژانت ببینید بچه‌ها. تانژانت، من خواصش رو دارم به صورت خلاصه میگم، تانژانت در نقاط بالا و پایین دایره مثلثاتی تعریف نشده است. چرا؟ چون در این نقاط در واقع مقدار کوسینوس صفره، یعنی مخرج رو صفر میکنه و تعریف نشده است، همچنین بالا همچنین پایین. خب گفته درستی یا نادرستی هر یک رو مشخص کنید. اگر آلفا زاویه در رابع سوم باشه، تانژانت آن گفته منفی است. بچه‌ها نگاه کنید، من به کمک دایره مثلثاتی دوست دارم اینو بهتون نشون بدم. این دایره مثلثاتی، اینم محوری که میکشم، محور تانژانت های من. اگر ما در ناحیه سوم مختصات باشیم، بذارم محور سینوس کوسینوس هم وسط بکشم. خب اگر در ناحیه سوم باشیم، مثلا اینجا مقدار تانژانت رو بخوام رسم بکنم، از این زاویه میکرسم به مرکز، از مرکز امتداد میدم تا محور تانژانت ها رو یه جا قطع کنه، این حد فاصل نشون دهنده تانژانت این زاویه است. که میفهمید تانژانت تو ناحیه سوم اگر باشه که همان من، مقدارش مقدار مثبتیه. اگر اینجا هم دوست نداری بری، از رو همون هستک برو، تانژانت در ناحیه سوم مقدار مثبتی میده. مقدار تانژانت در مضارع پی دوم تعریف نمیشه. بعد آقا غلطه. چرا؟ چون تو پی دوم و سه پی دوم تعریف نمیشه، ولی تو دو پی دوم که بشه پی تعریف میشه. این از این. ببین بعدی رو نگاه کن. دوره تناوب ایگرگ برابر است با منفی تانژانت منفی 2x. آقا دوره تناوب خواسته. دوره تناوب میشه تو تابای تانژانتی. بچه ها همینجا این نکته، دوره تناوب در تابای تانژانتی مقدارشون برابر میشه با چقدر؟ اگر شما تانژانت AX رو داشتید، دوره تناوب توی این تابا میشه پی به روی ضریب Xتون. پس توی اینجا دوره تناوب شما، توی این سوالی که دارید میبینید، دوره تناوب ما میشه پی به روی ضریب X، که یعنی دو باشه میشه پی دوم. پس این هم شد نادرست. نمودار تابع تانژانت رو نگاه کنید. در یک بازه مثل منفی پی دوم تا پی دوم، نمودار شبیه تقریبا تابع لوره، رفتارن شبیه هم نیست، تقریبا شبیه لوره. بقیه جا اگه بخوام شکل بکشیم، همین شکل هی تکرار و تکرار و تکرار میشه. پس لازمه که ما شکل نمودار تابع تانژانت هم به صورت کلی بلد باشیم. نگاه کنید بچه‌ها، این شکل نمودار تانژانت، می‌دونیم در نقاط مضارب پی دوم، سه پی دوم و امثال این،
تابع ما تعریف نشده است. پس پی دوم سپی دوم و منفیاش، منفی پی دوم منفی سپی دوم، در واقع نوعی از مجانب ها رو برای شکل تانژانت در نظر میگیره. از طرفی تابع نمیشه گفت همواره صعودی یا همواره نزولیه، ولی میشه گفت شامل تیکه هایی به صورت صعودیه، تیکه هایی به صورت اکیدن صعودی، حتی اگه بخوام دقیق تر بگم. تابع تانژانت در بازه پی دوم تا سپی دوم گفته اکیدن صعودی است، آیا درسته یا نه؟ آقا عروس شک نمینم، در بازه پی دوم تا سپی دوم اکیدن صعودی است. پس مورد اول درست. گفته نقاطی که به صورت کاپی به علاوه پی دوم باشه. بچه‌ها اگه دایره مثلثاتی در واقع حرف بلد باشن، دایره مثلثاتی کاپی به علاوه پی دوم میشه بالا و پایین تو دایره مثلثاتی. گفته در این نقاط در دامنه تابع تانژانت قرار دارن یا ندارن؟ آقا این موارد قرار ندارند. همین الان شکل دارم میبینم پی دوم سپی دوم، نقاط پی دوم سپی دوم همه به صورت کاپی به علاوه پی دومه. لازمه یه یادآوری بکنم بچه‌ها، تو دایره مثلثاتی سری میکشم زمانت گرفته نشه، بالا و پایین دایره مثلثاتی رو بهش میگن کاپی به علاوه پی دوم. ما میدونیم در این نقاط تابع تانژانت تعریف نشده است. برم سوال بعدی. ببین گفته تانژانت یک بروی کای منهای دو ایکس بین پی سوم تا پی دوم باشه، حدود کار رو تعیین کنید. بچه اگر ایکس بین پی سوم تا پی دوم باشه، مقدار تانژانتش چقدر میشه؟ بچه اگر اگر ایکس بین پی سوم تا پی دوم باشه، بین پی سوم تا پی دوم باشه، ما میفهمیم که مقدار تانژانتش عددی در میاد بزرگتر از رادیکال سه. شکل رو نگاه کن، بین پی سوم تا پی دوم مقدار تانژانتش چقدره؟ از رادیکال 3 بزرگتر. از بالا کجاست؟ بی نهایت. نمیدونم کجا. پس فقط میگم تانژانت x اگر x بین این دو تا مقدار باشه از رادیکال 3 بزرگتره. پس 1 بروی کای منهای 2 از رادیکال 3 بزرگتره. در نتیجه مقدار کا به دست میاد کوچکتر است از 2 به علاوه 1 بروی رادیکال 3. شکل بعدی رو نگاه کن. گفته شکل زیر قسمتی از نمودار تابع منفی 1 به علاوه 3 تا تانژانت mpx. بچه‌ها من مطالبتون حل کنم اینو. آقا شما میدونید این نقطه ما باید پی دوم می بوده. پس من اگر x رو بذارم توش 2، یعنی 2 mp باید مثل پی دوم باش برخورد بشه. پس از اینجا میشه فهمید که ام ما در میاد چقدر؟ 1/4. بچه ها میتونستید با دوره تناوب و امثال این هم بریدا. حالا مقدار تابه رو در نقطه 11 خواسته، کافیه جای x 11 رو جایگذاری کنیم. به همین سادگی من بر اساس دوره تناوب من به دست آوردم که ام در آدم 1/4، حالا نقطه 11 رو گذاشتم توش، نقطه 11 رو بذارم داخلش، جواب در میاد منفی تانژانت پی 4. حالا جلوتر واسه تون سپی منهای پی 4 رو بحث میکنم بچه ها. از پایه مثلثاتی بوده، یعنی تو پایه 10 و 11 شما باید سپی منهای پی 4 در نظر میگرفتید. سپی منهای پی 4 در واقع تانژانت پی 4 در ناحیه دومه، و چون تانژانت در ناحیه دوم مقدار منفیه، برای همین گفتم منفی پی 4. پس خلاصه شد بگم اگر اینجا بذارم منفی 1، جواب من در میاد چند؟ منفی 4. در نقطه چند؟ در نقطه 11. اینم در واقع بحث دوم ما تو تابع مثلثاتی یعنی تانژانت. بچه های گل ببینید در ادامه مثلثات میرسیم بخش آخرش که بحث معادله مثلثاتی. شاید برای خیلی ها این بخش ترسناکی باشه، اما خدمتتون عرض کنم من فرمول‌هاشو با یه قانون ساده بهتون میگم، فرمولا رو حفظ میکنیم، بعد میریم بقیه مسائلش رو حل میکنیم. اگر داشتید سینوس x برابر با سینوس آلفا باشه، میخوام فرمولاشو بهت یاد بدم. ببین یه دایره مثلثاتی میکشم، میگم تو این دایره مثلثاتی بچه ها بلدید سینوس کجا مثبته؟ بچه ها میگن ناحیه اول مثبته، ناحیه دوم. برای نشون دادن این زاویه ما میگیم مضارب زوج پی، یعنی شکل سمت راست دایره مثلثاتی که بهش میگیم دو کاپی به علاوه آلفا. این زاویه را اگه بخوام نشون بدم، این زاویه در واقع مقدار دو کاپی به علاوه آلفا. اگر این یکی زاویه رو بخوای نشون بدی، بچه نگاه کن این یکی زاویه رو، میگیم مضرب فرد پی، یعنی دو کای به علاوه یک پی منهای آلفا. پس این یکی زاویه میشه دو کای به علاوه یک پی منهای آلفا. بچه‌ها توجه بکنید، پس اگر سینوس x برابر سینوس آلفا باشه، بچه‌ها میگن دو تا مجموعه جواب داره، یکی دو کاپی به علاوه آلفا و اون یکیش میشه دو کای به علاوه 1 پی منهای آلفا.
خب در مورد کوسینوس شما به من بگید. اگر داشتیم کوسینوس x برابر است با کوسینوس آلفا، میتونید بگید کوسینوس کجا تو دایره مثلثاتی مثبته؟ من یه دایره مثلثاتی میکشم، میگم ناحیه اول و ناحیه چهارم. اگر بخوام این دو تا زاویه رو نشون بدم، به کمک این زاویه سمت راست، یعنی به کمک دو کاپی نشونش میدم. یه بار میگم x من هست دو کاپیه به علاوه آلفا، یه بار دیگه هست دو کاپی منهای آلفا. اینا این دو کاپی به علاوه آلفا، این یکی هم دو کاپی منهای آلفا. پس اگر داشتید کوسینوس x برابر است با کوسینوس آلفا، میگید x های ما در میاد دو کاپی مثبت و منفی آلفا. و اگر تانژانت رو داشتیم، آقا تانژانت رو بخوام بگم، تانژانت x برابر است با تانژانت آلفا، دوباره یه دایره مثلثاتی میکشم، میگم تانژانت کجا مثبته؟ بچه ها میگن اول و سوم. آقا یه بار میخوای بگی دو کاپی به علاوه آلفا، یه بار میخوای بگی دو کاپی به علاوه یک پی به علاوه آلفا، یه بار میخوای بگی زوج به علاوه آلفا، یه بار میخوای بگی فرد به علاوه آلفا، یه دفعه بگو مضرب صحیح پی، یعنی کاپی به علاوه آلفا. چون میدونید من چپ و راست رو بخوام به صورت همزمان نشون بدم بهش میگم کاپی، میشه کاپی به علاوه آلفا. کاپی به علاوه آلفا هر دوی زاویه ناحیه اول و سوم رو نشون میده. اگر شما این سه تا فرمول رو بلد باشید، 90% مباحث معادله مثلثاتی شما برطرف میشه. فقط نیاز یک سری محاسباتی از پایه رو بلد باشید.